بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیننده‌های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین السلام علیکم و رحمت الله برکاته به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. درس امروزه ما از آیه 114 سوره نساء شروع می‌گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يعمل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم صدق الله العظيم. بیننده های گرامی، حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده. قبل از این که ترجمه این آیات را حضورتان بیان بکنم، موضوعاتی که در این آیات ذکر شده یک بار حضورتان بیان می کنم. در اول این آیات مشورت ها با یک دیگر، الله جل جلاله مشروط بر این که نشسته ها و محافل اگر مبنی بر رضای خدای یکتا بوده باشد و برای امر بالمعروف و نهی از منکر اگر نشسته ها ایجاد شود، آنجاست که الله جل جلاله می فرماید که ما برای نشستگان و برای اهل محفل اجر پاداش می دهم.
اما اگر قضیه طوری باشد که خدای نخواسته نشسته ها و محافل و مجالس برای دنیا و برای لهو و لعب و برای بیراهی باشد، الله می فرماید که در اون مجالس خیر نیست، مگر مجالسی که به صدقه مردم را تشویق بکند. مثلا محافلی که مبنی بر این که شما در راه خدا مصرف کنین، زکات بدهین، واجبات صدقات واجب را ادا کنین، همین قسم صدقات نفلی، کمک کردن با فقیر، کمک کردن با بیوه، با یتیم، اگر در این موضوعات صحبت می شود، الله می فرماید که اون محفل محفلی درست است و من برای اهلش اجر و پاداش می دهم. یا این که برای اصلاح مردم اگر محافل گرفته می شود، نصیحت می شود، خوبی ها بیان می شود و بدی ها بیان می شود تا مردم از خوبی ها تشویق شوند و از بدی ها پند بگیرند و مردم به سوی خوبی ها گام بردارند و از بدی ها روی بگردانند. اگر به این منظور محافل تشکیل می شود و نشسته ها ایجاد می شود، الله جل جلاله می فرماید که من برای مردم و برای اهل محفل اجر پاداش می دهم. دیگر در این آیات فضیلت برقراری صلح الله ذکر کرده، درباره برقراری صلح و ایجاد آشتی و از بین بردن ناراحتی ها. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از اهمیت ویژه برخوردار بود. پیامبر گرامی علیه السلام همیشه می خواست که در میان مردم صلح کند و به امتش هم درس داده که در وقت کشیدگی ها و اختلافات نظر باید شما صلح کنین و نادیده بگیرین گناه یک دیگر را و از عفو بخشش کار بگیرین، از خودخواهی، از رسیدن به اهداف شخصی خودداری کنین. جای شکی نیست که در میان یک جامعه که اختلاف به میان میاد حتما بنابر سر خواسته هاست، یعنی جانبین خواسته های شخصی خود می داشته باشد، جانبی مقابل به خواستش احترام نمی گذارد، بناهن مخالفت ها و جنگ و کشمکش ها آغاز می گردد. اما در این آیات الله جل جلاله تشویق کرده است که شما فساد ذات البینی تان را و اختلافات ذات البینی تان را در کنار بگذارین، برای خیر و فلاح و سعادت مردم گام بردارین، از خواسته های شخصیتان تیر شوین، برای مردم و برای نیکویی و برای صلح و برای آرامش مردم شما تلاش کنین. و موضوع دیگری که در این آیه ذکر است حجت اجماع امت، قسمی که حضرت امام صاحب اعظم رحمت الله علیه دلیل سوم بر احکام را اجماع امت می‌دانند. همین قسم مذاهب حق حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، این مذاهب حق همه اینها قائل بیستند که دلیل سومی که احکام به او استوار هست و احکام از او ثابت است اجماع امت است. اجماع امت حجتش از این آیت ثابت می شود و در این آیات ثابت شده که اجماع امت در اسلام یک دلیل قوی شده می تواند. ما می توانیم که بر اجماع امت احکام را استوار نگه داریم و بر احکام عمل بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم. الله جل جلاله می فرماید نیست خیر در بیشترین مشورت هایشان، در بیشترین مشورت هایی که منافقین و کسانی که اغراضی بودند، قسمی که در آیات گذشته سپری شد که منافقین از یک طرف گناه را انجام می دادن، از طرف دیگر گناه را بالای مسلمان می انداختن، بالای یک آدمی بیگناه می انداختن. واقعی بشر را حضورتان بیان کردم که گناه کرد و خواست که گناه را بالای یهودی به اندازد که آیات نازل شد و پیامبر گرامی علیه السلام را الله راهنمایی کرد که شما مجرم را پیدا کرده جزا به جزای اعمال برسانید. الله می فرماید که لا خیر فی کثیر من نجواهم. ما حالات اینها را که می بینم و مطالعه می کنم در اکثر نشسته های اینها خیر وجود ندارد، یعنی اکثر نشسته های اینها محافل از اینها شب هنگام محفل می گیرند، روز می گیرند،
و همیشه مصروف هستن. من میبینم برای حق تصمیم گرفته نمیشود. کدام حرفی که مطابق دین اسلام باشه در محافل از اینها تو بالا نمیشود، بجز بدبختی و بجز منافقت و بجز ایجاد فتنه و تباهی در میانی مسلمانان است. قرآن کریم استثناء می کند الا من امر بصدقتین. نشسته های اینها اکثرش کدام نتیجه مثبت ندارد، کدام حرف درست اینها نمیگذارند در میان و روی ازو بحث نمی کنند، مگر الا من امر بصدقتین، مگر کسی که امر کند به کمک. منظور الله جل جلاله است که نشسته هایی که برای ایجاد کمک همدردی انسان ها ایجاد می شود او صدقه است و او در نزد الله اجر پاداش دارد. نشسته هایی که برای حل مشکلات انسانیت، حل مشکلات خصوصا مسلمان ها، حل مشکلات فقرا، حل مشکلات مساکین، حل مشکلات یتیم ها اگر برگزار می شود، الله می فرماید که او در نزد ما جایگاه دارد و کسایی که روی کمک خودش کمک می کند، دیگرها را تشویق می کند، راه های کمک کردن را به دیگرها می آموزاند و یاد می دهد، این مردم در نزد ما اجر پاداش دارند. او معروفین، مگر این که به کارهای نیک مشورت بکنند. اینجا هم ثابت شد که محافلی که در اون محافل تصامیمی کاری خوب گرفته می شود، کارهای خوب به مردم جلوه داده می شود، کارهای خوب را مردم را تشویق می کنند، محافلی که در او محافل اجر پاداش عمل صالحه بیان می گردد و خوبی های اعمال صالحه بیان می گردد و مردم را به سوی صمیمیت و برادری و اخوت سوق داده می شود، اون محافل در نزد الله اجر پاداش دارد. او اصلاح بین الناس، سومین چیزی که الله می فرماید محافلی که برای اصلاح در مابین مردم گرفته شود. مثلا یک موضوع کشیدگی در میان دو آدم ایجاد می شود، در میان دو قوم ایجاد می شود، در میان دو فامیل ایجاد می شود، در میان دو انسان ایجاد می شود. مسلمانانی که جلسه تشکیل می دهند، مسلمانانی که نشست را ایجاد می کنند و محفل را ایجاد می کنند و مویسفیدی می کنند، داوری میکنن، خیرخواهی میکنن، الله میفرماید که این مردم در نزد ما اجر پاداش دارد. برادران و خواهران گرامی، سه محفل را الله ضمانت کرده که من اهلش اجر پاداش میدهم. اول کسی که محفل را برای کمک ایجاد میکند که به مردم کمک جمع کند و مردم تشویق کند که مردم را کمک کند و صدقه و خیرات بدهند. محفلی که مردم را به سوی خوبی ها فرا میخوانند، اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از بزرگها، اطاعت از استاد، اطاعت از مردمان خوب، دست کشیدن از کار بد، این قسم محافل در نزد الله اجر پاداش دارد. و سومین محفلی که ایجاد می شود الله را تایید کرده، اصلاح بین الناس، محفلی که برای اصلاح در مابین مردم ایجاد می شود. من حضورتان عرض کردم که نشسته هایی که برای کشیدگی دو انسان یا دو فامیل یا دو قوم یا دو مملکت ایجاد می شود، الله این محافل را به اهلش اجر پاداش می دهد. و کسانی که گام می بردارند در راستای اصلاح، در راستای صلح، در راستای از بین بردن دشمنی ها، الله به این مردم اجر پاداش می دهد. قرآن کریم می فرماید و من یعمل ذلک ابتغاء مرضات الله، هر کسی که انکار را بکند برای رضای خدا. یک شرط الله گذاشته. محافل را براتان معرفی کرد، سه محفل را قرآن کریم در اینجا نام برد که این محفل ها تایید است، برای اهلش الله اجر پاداش می دهد. محفل اول که مردم را به سوی کمک مردم تشویق کند، راه های کمک به مردم نشان بدهد و مردم را وادار بسازد که تا به مساکین، به فقرا، به بیوه، به یتیم، به مسکین، به غریب کمک بکنن، یک محفل. محفل دومی کسی که محفل را ایجاد میکند، در او محفل امر به معروف میکند، یعنی مردم را متوجه خوبی ها میسازد، مزایای خوبی ها را بیان میکند، خوبی های اعمال صالحه را بیان میکند و اجر پاداش دنیوی اخروی اعمال صالحه را بیان میکند، تا باشد که مردم تشویق شوند، مردم جلب شوند به سوی اعمال صالحه. و محفل سومی اصلاح بین الناس، به خاطر از بین بردن دشمنی در مابین دو انسان محفل برگزار می شود.
به خاطر از بین بردن دشمنی در مابین دو فامیل محفل برگزار می شود. همین قسم از به خاطر از بین بردن دشمنی در مابین دو قوم، دو ملت محفل ایجاد می شود و در مابین دو کشور محفل ایجاد می شود. الله می فرماید که ما اهل این محافل را اجر پاداش می دهم، مگر به یک شرط. او شرط ای که و من یعمل ذلک ابتغاء مرضات الله، اینمی کارها را انجام بده بر رضای خدا، یعنی در قلبش منافقت نداشته باشه، برای اغراض شخصیش گام نبردارد، لله فی الله این کارها را انجام بدهد. اگر کمک میکنه بر رضای خدا، اگر مردم را به سوی خوبی ها میخواند بر رضای الله، اگر کشیدگی ها و دشمنی های دو انسان یا دو کشور و دو قوم و ملت را میخواه از بین ببرد بر رضای الله. الله میفرمد که نمی مردم سریم چی دارن؟ حق دارن و به اینها اجر پاداش میدهم. و من یعمل ذلک ابتغاء مرضات الله، هر کسی که این کار را بکند برای رضای خدا، الله میفرمد فسوف نؤتیه اجرا عظیما، پس میدهیم به او ثوابی بزرگ، به او ثوابی بزرگ میدهیم. کسی که مردم را کمک کرده، مردم را تشویق کرده به کمک به غریب ها و فقرا، و کسی که امر بالمعروف کرده، مردم را به سوی خوبی ها فرا خوانده و اهمیت خوبی ها را بیان کرده، کسی که در مابین دو انسان اصلاح آورده، الله می فرماید که نؤتیه اجرا عظیما، ما می دهیم برای او آدم اجری بزرگ، یعنی ثواب بزرگ که او جنت است. الله می فرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قبل از این که ترجمه این آیت را حضورتان بیان کنم، یک واقعی که در این آیت صورت گرفته او را حضورتان بیان می کنم. از حضرت شافی رحمت الله علیه که امام برحق و مذهب برحق و شخصیت عالی و مجتهد بود، یک انسان سوال کرد، گفت که امام صاحب محترم، اجماع امت از قرآن ثابت است؟ ما معتقد هستیم که دلائل شرعی چار است: اول کتاب الله، دوم سنت رسول الله، سوم اجماع امت، چهارم قیاس. ما معتقد به این ادله اربعه هستیم. مذاهب حقه همش معتقد به ادله اربعه هستند. و از حضرت امام شافعی رحمت الله علیه پرسان شد که بزرگوار شما بفرمایین که آیا اجماع امت از قرآن ثابت است یا نه؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه برگشت به قرآن. مفسرین نشته میکنن که 3 روز قرآن تلاوت کرد، شب 3 بار قرآن را ختم کرد، روز 3 بار قرآن را ختم کرد و تلاش کرد که تا دلیلی پیدا کنه برای اجماع امت. مفسرین نشته میکنن که نمی آیت را باز حضرت امام صاحب بعد از 9 بار ختم کردن قرآن کریم اینمی را ارائه کرد، گفت که از این آیت اجماع امت ثابت است، که اجماع امت دلیل شده میتواند. چرا؟ قرآن کریم وعید گفته برای کسی که از فیصله امت برمیگردد. این آیت مبنی بر این که اجماع امت دلیل شده میتواند و فیصله امت مسلمه حجت شده میتواند. و در نزد حضرت امام صاحب اعظم رحمت الله علیه آیت دیگری هست که دلالت بر اجماع امت میکند. خب به هر صورت حضرت امام شافعی رحمت الله علیه بعد از 9 بار یا کمتر و بیشتر تلاوت قرآن کریم اینمی آیت را ارائه کرد، گفت اینمی آیت واضح معلوم می شود که اجماع امت دلیل شده می تواند. ببینین من ترجمه می کنم. و من یشاقق الرسول، هر کی مخالفت کند با پیامبر علیه السلام، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از این که روشن شد برای او راه راست. پیامبر علیه السلام توسط وحی تمام راه های هدایت را به یک انسان بیان کرد. بعد از این قرآن میگه که کسی مخالفت میکنه با پیامبر علیه السلام، او گناهکار است. به ادامه چی میگه؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین. ازی جمله اجماع ثابت است.
و یتبی غیر سبیل المؤمنین و برود برخلاف راه همه مسلمانان، راهی را که مسلمانان رفته، راهی را که مسلمانان پیموده، از او راه بر بگردد و مخالفت کند. الله می فرماید نولیه ما تولا، پس ما می سپاریم او را به آن طرف که او اختیار کرده. نولیه ما تولا، کسی که دو جرم مرتکب شود بعد از این که تمام راه های هدایت به او بیان شود توسط وحی. قرآن چه میگه؟ و من یشاقق الرسول، هر کی مخالفت کند با پیامبر علیه السلام، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از این که راه های هدایت و راست به او بیان شود، و یتبیع عطف است به من یشاقق الرسول، یعنی و یتبیع و ای برود غیر سبیل المؤمنین، راهی که مسلمانان انتخاب نکرده، یعنی بر راهی که جماعتی از مسلمانان انتخاب کرده ای را بگذارد و به غیر راهی از اونها راهی را انتخاب بکند. پس قرآن چه میگه؟ نولیه ما تولا، ما میسپاریم او را به او طرف که او اختیار کرده. و نتیجهش چی بیان میکنه؟ و نصلیه جهنم، و ما او را داخل میسازیم در آتش دوزخ. بیننده های گرامی، از این ثابت شد که مخالفت با پیامبر علیه السلام گناه، مخالفت با راه مسلمانان گناه. دو امر در اینجا ذکر شده، یکی مخالفت با پیامبر علیه السلام گناه تلقی شده، هر انسانی که با پیامبر علیه السلام بعد از دلایل واضح مخالفت میکند، دلایل واضح رسول الله قرآن کریم است، دلایل واضح رسول الله احادیث نبوی است، بعد از ای که قرآن برش تلاوت شد، بعد از ای که احادیث برش خوانده شد، باز هم با پیامبر مخالفت بکند، جایگاه امی انسان در دوزخ است. و امر دومی و یتبی غیر سبیل المؤمنین، جایگاه کسی که راه مسلمانان در رها کند، از خود یک راه دیگه بسازد و مخالف راه مسلمانان گام بردارد، جایگاه از این چیز. و نصلیه جهنم، ما ایره هم در آتش دوزخ می اندازیم. پس بیننده های گرامی، واضح از این آیت ثابت شد که اجماع امت دلیل و حجت شده می تواند، اجماع امت، عمل بر اجماع امت لازمی است. بناهن پس ثابت شد که اجماع امت دلیل هست. قرآن چه میگه؟ و ساعت مصیرا، دوزخ خیلی جای بد است. بیننده های گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر